بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا ادامه درس برنامه کنترل پنل شروع میکنیم ویندوز آر در اینجا تایپ میکنم کنترل انتر میکنم این اینجا کنترل نشته کنم این در اینجا کنترل این به این شکل و بعد از کنترل باز کردن از اینجا ما چی داریم؟ ادمنستریتیف تولز داریم این یک دفعه دیگه هم کلیک میکنم و بعد از اون ما اینجا چی داریم؟ کمپیوتر منجمنت داریم این هم دوبار تیتس کلیک میکنیم درس ما در کجا رسیده بود از اینجا بر ما این در قسمت بود این بخش سرویسز ان اپلیکیشنز دینرز خواندیم امروز میخوایم بر شما چی را گفته بودم؟ دسک منجمنت سفر دور میبرم این در میسا هستم این را نزدیکتر میارم اول وقتی که دسک منجمنت ما کلیک میکنم بر شما این اینجا گفته میتر 465 یعنی حافظه اینمی کمپیوترتان 465 جی بی بوده و بعد از او بالای کدام گزینه برمیگردم بالای گزینه درایو سی 48 جی بی بوده درایو اچ 58 جی بی بوده اینا را دینرز خواندین خواسته ایستم میگرم از اینجا رایت کلیک میکنم و بعد از رایت کلیک کردن از اینجا بر شما اینا را دینرز تا مقدارش گفته داده بودم نه تا شرینگ فارمت گفتم بعد از ایش نگفته بودم اینال میخواییم بر شما اکستنت هم وظیفش بگویم شرنک هم وظیفش بگویم اکستنت بر شما چه میکنه؟ یک جای میکنه دو درایو شرنک بر شما چه میکنه؟ یک درایو تقسیم کرده میتن فرض مثال ما میخواییم یک درایو تقسیم کنم سفر دور میبرم اینمی درایو هم 355 جی بی است از کجا اون اونجا سکنه 355 نوشته است اینمی 355 جی بی است من میخواییم از داخل همی یک جی بی را جدا کنم چند جی بی را؟ یک جی بی را خیلی میایم رایت کلیک میکنم و بعد رو بالا شرنگ میایم یک جی بی ما چند ام بی است به سفر از اینجا نزدیکتر بیارم این دمی قسمت هم را تایپ میکنین این دم اینجا این دلیت میکنم یک از رو 24 ام بی ما یک جی بی است این اینجا یک از رو 24 ناشته میکنم آیا ناشته شد نشد و بعد از ناشته شدن اینمی بالای گزینه شرنگ میایم وقتی که من شرنگ بسازم بر شما چه شد؟ آنه یک جی بی گفته یک دانه درایو در کنارش بر شما افزود شد این اینجا یک جی بی را خو میبینید این حالا ایرد سیستم فعلا نشناخته یک جی بی را وقت میشناسه رایت کلیک ساخته از اینجا بر شما چی است؟ نیو سیمپل ولیوم و بعد از او سفر از اینجا من دور میبرم نکست میسازم نکست میسازم نکست میسازم نکست فنش اینه به این شکل اینا یک جی بی شناخته شد و او جی بی هم اون خالی است به نام درایو دی شده افزود شد از کجا فهمیدیم کلوزش میکنم مینیمایز میکنم مینیمایز میکنم مینیمایز میکنم میرم در مای کامپیوتر میرم از مای کامپیوتر برای درایو دی میرم که اون چند جی بی است اینمی 0.99 جی بی اون قریب یک جی بی میباشه اون نزدیکتر اگر بیارم یک دونه درایو دی برام یک جی بی از درایوی که زیاد بود جدا کرده تانستیم بر شما یاد داده تانستیم انشالله شما چی کده میتونین یک درایو جدا کده میتونین بعضی اگر خواهانش باشه اگر ما بخوایم که اینمی درایو بر ما ضرورت نیست پس امیره ما میخوایم افزود بکنم برای درایو چی؟ برای درایو رحیمی چون که اینجا 301 جی بی است پس 302 جی بی میشه سکنین کلوزش میکنم دوباره بالای امو بخش میایم اینم اینجا بود اوی بخش سفر نزدیکتر میارم رایت کلیک میکنم بعد از رایت کلیک از اینجا ما چی داریم اینه شرنگ داریم شرنگ اگر میخوایی دلیت ولیوم میکنم که یک جای اگر میخوایی بسازی فارمت نه دلیت میکنم اون یک از 24 ام بی را دلیت کردم رنگ اینو گلوب یک رنگ بر خودش گرفت از اینجا رحیمی را میگیرم رایت کلیک میکنم اکستند فال میشه وقتی که اون را دلیت بکنین نو فال نبود وقتی که اکستند فال باشه از شما پرسون میکنه نکست میکنم اینو پرسون میکنه 1022 ام بی که بود کلکش میخوای بله کلکش نکست فنش اینا اون او درایوی که دی بود او گم شد پس این در اینجا بر شما چی شد؟ افزود شد سهی سینی رقم وظایف انجام میده رایت کلیک میکنم از بخش شرنگ شما درایو جدا کرده میتونین از بخش اکستند پس درایو یک جای کرده میتونین از جای دلیت شما وقت دلیت بکنین بعد از یک جای کرده میتونین دلیت نکنین یک جای کرده نمیتونین بالای پروپرتیز میرم وقتی که بالای پروپرتیز بروم از اینجا بر شما اینمی درایو ای رسه کنین یا فرض مثال من میگرم اینم اینجا اینمی بخش بر شما این شکل نیم جی بی است خب اینی نیم جی بی است یا فرض مثال یک درایو از اینجا شرنگ کرده جدا کنم بالای همو کار میکنیم
اینه 1024 MB 1024 MB و بعدش رنگ میکنم و بعدش رنگ از اینجا بر شما رایت کلیک میکنم نیو سیمپل اینه کلش فنش میکنم اینا رو سکر این بالای همی کار میکنیم اینالا وقتی که بالای رایت کلیک بروم اولش گزینی این بالای پروپرتیزش میرم اینا اولین گزینه که اینجا هست نیو ولیوم نوشته است شما تغییرات آورده میتونین در درایو تا نامشه من میخوام اینم اینجا درایو چی نشتم میکنم استودنت درایو نشتم میکنم به خاطر شاگردا یک درایو باشه 1 جی بی و دیگه امی یوز چند ام بی استفاده شده 23 ام بی سیستم فعلا کپی کردم و بعد از او این 0.97 جی بی یا مثلا اونو قدر باید بر شما چی است استفاده نشده فعلا خالی است فری اسپیس هست و بعد از او از اینجا بعضی گزینه هایی که اگر ضرورت نداشته باشین یک دفعه فشار بتین کامپیوترتون چی میشه کلن خالی میشه بعضی فولدرهایی که بر شما ضرورت نباشه اونا رو از بین برده میتونین توسط اینمی بتن و بعد که این کارم انجام داده تانستین ما کامپرس دیس درایو اند سیو دیسک اسپیس داریم این رو از این فیچرز اگر همی تیک مارک باشه هر موادی را که داخل درایو دی انداخته شوه درایو دی تان امو مواد تان فشورده شده میه اینه میره وظیفیش همی هسته که بر شما فشورده ساختار هم میگه اگر ما تیک مارک شه این از اینجا وردارم بر شما چی میشه؟ این را تیک مارک شه بگیرم بر شما پس دوباره فشورده نمیشه یعنی بر شما یعنی چی نمیشه هر موضوعی را که بیاندازین دو جی بی باشه دو جی بی شده میاد در درایو تان یک جی بی باشه یک جی بی شده میاد اگر همی تیک مارک بود باز اگر یک جی بی مواد بود داخل از این بیاندازین بر شما حد اقل کم میسازه حجم میشه این تو کامپرس کرده میتر خب از اینجا چی را خلاص کردیم این محیط جنرال را خلاص کردیم برای تولز میایم اولین گزینه که اینجا میبینیم ایرور چکینگ نوشته است انوانش چک کرده میتر اینمی درایو تان بعضی وقت باز نمیشه یا بعضی وقت ویروس میزنه از همینجا چک کلیک بکنین بر شما چی میکنه کلن از سر تا پا اونامو درایو تانه چی میکنه چک میکنه بر شما اصلاح کرده میتنه دیگه اپتیمایز داریم داخل ما اگر مواد باشه بر شما بعضی این میاله اپتیمایز میکنم درایو چون که کمپیوتر هایم خیلی گرنگ کار میکنه وقتی که گرنگ کار کرد خیلی اپتیمایز میکنم اونه اینی 100% شوه اونو پروسس شده راست در حال رنینگ هست اون دیده راستین رنینگ هنی اون او خلاص شد اینا من میگرم ای درایو چی میکنم اپتیمایز میکنم ای هم خلاص شد خب ای را میگرم اپتیمایز میکنم این 0% در حال پروسس اون او هم پروسس شده راست این ها اپتیمایز اینا چی میکنه کمپیوترتون رو سبک میکنه فهمیده شد اگر کمپیوترتون گرنگ شده باشه یکی هم باز ما بخاطر از این را اپتیمایز کردن میگردیم بخاطر که این چند سیتینگ را کلیک بکنم ده هر هفته خودش یک اپتیمایز میکنه اگر بخواین شما کمی صورت کمپیوترتون تیستر شوه ده هر روز یک اپتیمایز شوه و بعد از او از اینجا ما چی داریم؟ چوز داریم کدام درایو را اپتیمایز کنه کلش اپتیمایز کنه اون تیک مارکاش هسته از اینجا اوکی میکنم اپتیمایز به خاطر سبک کردن کمپیوترتون این کار انجام میتین کمپیوترتون چی میکنه خب اسکن میکنه بعد از اسکن کمپیوترتون سبک میشه این تو وظایف انجام میده اون اپتیمایز شده راست فعلا اون 58 شد اون 59 شد کلش 100% شد یک دم کمپیوترتون سرعتش بالا میره خب بعد از اینکه ایرم فهمیدیم میرم چی میکنم از اینجا کلوزش میسازم و بعد از کلوز کردن بالای هاردویر میرم در مورد خود هاردسکتان معلومات اضافی گفتم میت از اینجا دیگه چیز خاص نداره بالای شیرینگ اگر برم اگر خواهان ازی باشین که همی درایو تانه دیگه کمپیوتر هم استفاده کرده بتونه اگر اینترنت داشته باشه خیلی بخاطر عملی نمودن از او ادوانس شیرینگ از ادوانس شیرینگ کلیک میکنم درایو جی اس بله درایو جی اس اینا در اینجا باز شما چی میکنین شیرش میکنین چون که اینترنت نداریم صرف نظر خب بالای سکیوریتی میرم این بالای امنیتی کمپیوتر کار میکنه این را بعدا انشالله کار میکنیم هر کدامش از کد طریقه داره فرد مثلا میره فعلا کار کنم بر شما خلاص کنم سر کنین من میخوایم اینه در اینجا ما چی داریم درایو چی هست همی؟ درایو دی هست اینه این همی درایو دی هست برام استودنت هست رایت کلیک میکنم بالای پروپرتیز میرم از پروپرتیز از اینجا بالای چی میرم سکیوریتی در سکیوریتی بر شما گفته فعلا این همی درایو تان اینه سر کنین فول کنترل کرده میتونین مودیفای کرده میتونین رید خوانده میتونین فولدر اضافه کرده میتونین رید هم کرده میتونین رایت نوشتم کرده میتونین اون تیک مارکش الان فعال است
اگر غیر فعال میکنین از اینجا باز غیر فعالش میکنین. فرض مثال بالای کدام چی میرم؟ این از این قسمت ادیتش میکنم. بعد از ادیت کردن اگر خواهان ازی باشین که امیره باید غیر فعال بسازین، این از اینجا غیر فعال میسازین، اونو کلا غیر فعال شد. اگر من اوکی بکنم دمی یوزر بعد از این غیر فعال شد، اما چیزی را که امی کار را که میخواستیم فور کنترلش غیر فعال کردم. از اینجا ببخشین ادیت بیایم از اینجا. این از اینجا یوزرز، از یوزرز فرد مثال یا فرد مثال از اینجا ادوانس میرم، از بخش ادوانس سفرم از دور ببرم اینجا من امو درایو خود یافت بکنم. درایو من چی بود؟ اینه ادوانس. این از اینجا فاین میکنم، بعد از فاین کردن رحیمی بود، آن رحیمی. این حال من اینو میره اوکی میکنم و بعد اوکی رم اوکی میکنم و بعد ای رم اوکی میکنم. اون موجا بر شما چی میکنه؟ رحیمی انتخاب شد. بعد از انتخاب شدن رحیمی از اینجا بر شما چی میکنم؟ اونا یوزرز، از یوزرز اینو میره کلان غیر فعال اوکی، ایره باز کانتینیو ریتری. اینمی باز بر شما چی میشه؟ یعنی تمام کنترول شد مطابق میلتان اموره غیر فعال کرده میتونین. این رقم یک وظایفه بر شما چی میکنه؟ از اینجا انجام میده. یعنی این حال ساکن ویندوز دی بالای مای کمپیوتر برم این رو باز کنم، استودنت باز نمیشه بر شما، چون من قلف کردم سکیوریتیش آف کردم. اگر میخواین پس داخلش موادش چیزایش خیلی بر شما ضرورت است، من پس این رو استفاده کرده بتارم. خیلی پس عملا اینجا میمونه بالای یوزرز میرم. خب این رو کنسل کنم، اینجا یوزرز داریم، این یوزرز ادیت میکنم. از ادیت من باید یوزر رحیمی را یافت بکنم، بخاطر یافت کردن از او اینجا اد میرم، از اد از اینجا بالای ادوانس میرم، از ادوانس بالای فایند میرم، آره کلیک میکنم، اون رحیمی بر شما دریافت میشه، اون رحیمی است. اینمی ای را چی میکنم؟ اوکیش میکنم و بعد از اوکی ای را باز اوکی میکنم. تیجه رحیمی افزود شد، ای را انتخابش میکنم و بعد انتخاب کردن کلن پس کنترول شد از دستم میگرم، اوکیش میکنم، continue و بعد retry. از اینجا هم اوکی باز continue. اینو میرخم بر شما چی میکنم؟ میسازم میشه و بعد از او یک دفعه کمپیوتر وقتی که ریستارت بکنی اینو میفعال میشه بر شما. صحیحسته؟ این مثلا بعضی وقت درایوهایتان غیر فعال اگر میخواین از اینجا غیر فعال کرده میتونه، اگر پس دوباره میخواین فعال بسازین از اینجا دوباره فعال کرده میتونیم. خب دوباره برمیگردم بالای کدام گزینه؟ پس این از اینجا درایو داریم، اینم یه بخش بر شما باز میکنم، میرم کلوز میکنم. بس اصلا موقعش میام از اینجا 1 GB پروپرتیز این سکیوریتی رو هم خلاص کردیم. خب پریویو بر شما چی میکنه؟ امی درایو تان هر عملی رو که انجام داده باشین 100 200 300 به عقب آورده میتونه ویندوز تان اورجینال باشه و کاستماایز هم بر شما. شما میتونین از اینجا دمی چی موضوعات میاندازین. اگر میوزیک میندازین میوزیک اپلای کنین، بجز از میوزیک دیگه چیزا را زیاد در آینده تشخیص نمیکنه. ما باید چی بگیریم؟ همیشه امورا ما جنرال بگیریم که کل محتویات در اینجا دیده بتونیم، کل محتویات در درایو دی ما انداخته بتونیم. صحیح این تو وظایف انجام میده. خب میگیرم اینال استاپ کنم بیخ زیاد شد. ایناله این درایوار هم کلن وظایف شفا میدیم، اینو میتی یک وظایف ها رو بر شما انجام میده. پس ادامه میتیم، اینجا دیسک منیجمنت خلاص شد. برای کدام گزینه میام؟ ایناله دیوایس منیجر، مدیریت کمپیوتر. ایرم در کنترل پنل جداگانه آمدگی است. پرفارمنس، ای پرفارمنس باید گفته بودم بر شما به شکل گرافیکی نی، به شکل چی نشان میده؟ به شکل عددی نشان میده که از میموری کمپیوتر چقدر استفاده دارین. اونا هر چیش هم بر شما نشان دادن است همینا را. دیگه میایم از اینجا در قسمت پایین، از نتورک فعلا 0% استفاده داریم، از فیزیکال دیسک، از هارد دیسک چقدر استفاده دارین. نه این بیاشو گفته رایس فعلا. اینی دخم نظر به گراف نه، نظر به عدد نشان میده. اگر نظر به گراف میخواین این ریسورس مانیتور ای را کلیک میکن، این نظر به گراف بر شما نشان میده. اینی از سی پی یو است، اینی از دیسک است، یا از نتورک است، یا از بخش میموری است. اینه به این شکل. و بعد از او ایم از سی پی یو است، ایم میموری است، ایم دیسک است، ایم نتورک است، هر کدام شکل میخواین امو بخش بر شما نمایش میده. پرفورمنس هم خلاص شد. لوکال یوزر اند گروپ، وقت که یوزرز را کلیک میکنم از اینجا بر شما چی را گفته میده؟ از اینجا فرد مثال من از کدام درایو استفاده کنم؟ از درایو رحیمی اون استفاده دارم، فعال هستم فعلا. اینا کلا چیه؟ غیر فعال است. اگر میخواین اونا رو فعال بسازین از اینجا بر شما چی میسازم؟
بالای پرپارتیز میرم از پرپارتیز قسمت پایین آمدین میره اگر تیک ماکش ان تیک بکنم از این درایو باز دوباره استفاده کرده میتونم موضوعات پیدیده و مغلق شده میره اگر تشکیه کده برم اگر شد باز در بخش یوزر باز کمی برشون در مورد می توضیحات میتونم این بخشم بر شما خلاص شد شیرینگ مربوطه شیر میشه یا کامپیوتر شما چی کرده میتونه از این گزینه شیر کرده میتونه و دیگه ایونت ویر هم بر شما در درس گذشته گفته داده بودم از الف تا یا همی هر پروگرام کامپیوتری که شما استفاده کردین چند ساعت استفاده کردین چی کردین بر شما چی میکنه کلن توضیح میتن و بعد از اینکه کار انجام دادین تسک شیدولر چی وظیفه انجام میتن وظیفه تسک شیدولر تقسیم اوقات است تقسیم اوقات برنامه کامپیوتری تان است مثلا ما میخواییم فردا یک بجه اوتومات یک برنامه را باز کرده بته میخواییم اونمو را امو عمل انجام میتین همیم از اینجا کریت بسیک تسک اینو میرم کلیک میکنم بعد از کلیک کردن نام پروگرام هم اینجا نشته میکنین اینجا نام موضوعاتی که ما میخواییم فردا مثال نام پروگرام چی است؟ ویندوز دی یک دانه مثال میتونم میره کجاست اینمی پروگرام است؟ اینمی اولترایسو رایت کلیک میکنم بالای رنم میرم از اینجا کپی میکنم همین نام بعد از کپی کردن و نامش در اینجا کنترل وی میکنم دسکریپشنش هم مثلا کنترل وی پس خود نامش نشته میکنم نکست و بعد از او هر روز باز کنه یا در هر هفته یک دفعه باز کنه هر روز باز کنه میگم از اینجا نکست و بعد در کدام تاریخ باز کنه اینه تاریخ همی هست فعلا 8:01 بوده کمپیوتر ما ساعت من میخوایم اینه میره چی بکنه هر روز فردا باز کنه سیسته من میگیرم اینه میره ساعتش برابر بکنم اینه در 3-4 دقیقه بعد خب یک دفعه هر روز یک بار باز کنه این کلیک میکنم استارت پروگرام خود پروگرام باز شوه یا ایمیل روان کنه در مسنجر در ایمیل جیمیلتان یا دیسپلی مسیج یا در روی صفحه یک مسیج بیاره در یادتان بیاره چی خواهیم میخواهیم من میخواهیم نخیر خودش باز کده بتن نکست خب بعد از او از کدام موقعیت هم را باز بکنه براوز بکنین در کدام موقعیت بود خودش این از اینجا بر شما چی میکنم براوز از دسکتاپ بود از دسکتاپ یو نشد چی است اولترای ساوند است اینه یو نیست اینجا یو گفتیم هم اولترای سو خب بگیرم از اینجا اوپن ویندوز دی اینمی بود رایت کلیک بالای پروپارتیز میرم از پروپارتیز اونم موقعیتش اینمی موقعیت چی میکنم کپیش میکنم رایت کلیک کپی و بعد از کپی کردن این دمی قسمت پیستش میکنم اینم موقعیتش هم معلوم شد و بعدو نکست بعدو فنش اینا رو سعی کنین کامپیوترم 2 دقیقه بعد خودش اتومات امی برنامه را باز میکنه این یک تقسیم اوقاتی است در آینده بعضی وقت بعضی پروگرام ها را مطابق ساعتی که شما میخواین در اون ساعت باز کرده میته این به می شکل در حال پروسس است فعلا باز چند ثانیه بعد مستقیما اتومات بر شما چی میکنه امو پروگرام اتومات باز کرده میته از کجا امو کار میشده اینا ما امو پیچیده ترین بخش قریب خلاص کرده رایسیم میایم کنترل پنل از کنترل پنل این کامپیوتر منیجمنت خلاص کردیم این حالا اینجا ما چی داریم؟ دیفگرامنت داریم ایره وقتی کلیک میکنم دوباره بر شما همون اپتیمایز میه ایره نو تشریح کردم بر شما دوباره اینجا آمده کلوز میکنم از اینجا دسکلین اپ از اینجا شما میتونین هر درایوتون که فولدرهای خالی داره فولدرهای اضافی داره که بر شما ضرورت نیست اما را پاک کاری میکنین این رحیمی فرض مثال یا درایو چی میخوایم بسازم اینجا درایو اچ یا درایو چی جا میگیرم اوکی میکنم کلین میکنم چون دیوید روم بوده و او را کلین نمیکنه این درایو رحیمی را اوکی کنم اون را بر شما کلین کرده میده کل چیزشه کلین به این معنی نیست که شما بگیرین اما درایو سی موادایتون یا کلش دلیت شوه چیزایی که به درد شما نمیخوره اون را بر شما پاک کرده میده از میمری از سی پیوی کمپیوتر خب ایونت ویر هم گفته داده بودم از الف تا یا پروگرام ها را در کدام ساعت استفاده کردین چقدر ایرور آمده چقدر کامیابی تان آمده امونا را بر شما اینجا دوباره آمده اونه کلن دین رو چقدر بود ایرور کم بود امروز این 284 شده اینو می رخم جمله شده رفتن میگیره اونه برنامه چی را باز کرد؟ آلترایسو را باز کرده اینه دیده رایسین نی؟ اینه می برنامه آلترایسو هست اینه 8:04 یار کده بانده بودم این ساعت ببینین اون 8:04 است دیگه اونجا باز در تقسیم اوقات 8:04 اینمی برنامه باز شوه گفتم اون فعلا باز شد اتومات
اینا فردام 8 تا 4 میباز میشه، هر روز باز میشه، چون من هر روز خواستم. خب میگرم از اینجا برای کدام گزینه میام؟ این مربوط اینترنت است، اینا کلا مربوط اینترنت است. پرفورمنس مانیتور هم گفته دادم بر شما، اونا به شکل عددی از سی پی یو چقدر استفاده دارین، از هارد دیسک چقدر استفاده دارین، کلا توضیح دادم میتا، یعنی توضیح میتا. بعد از اون چی است اینجا؟ پرنت منیجمنت در کنترل پنل جداگانه میخونیم، ریکاوری درایو هم عین شکل، ریسورس مانیتور باز در گراف نشان میده از سی پی یو، از میموری، از رم چقدر استفاده داشته باشین. سرویس از خدمات کامپیوتر است. اینم بر شما از الف تا ی را کلکج تشریح کردیم. اینم قدر درس بس است امروز. باز این از سیستم کانفیگوریشن فردا شروع میکنیم. میگرم استاپ میکنم، پرسان کنم، باز پیش میریم. خب بیم از این جا خیلی ندامی ریکاردم بیه به یک فولدر رمز انداختن یاد میتونم بر شما. صحیحه؟ هم در آینده ویروس هم نمیزنم مورا. مثلا کدام باشه؟ اینمی درایو آیکن چینجر، اینمی یک سافتیر است بر من خیلی ضرورت است. رایت کلیک میکنم، بالای اد تو آرچیف میرم و بعد از اد تو آرچیف از اینجا بر شما چی میکنم؟ ست پاسورد میرم. از ست پاسورد اینم اینجا نشته میکنم چی؟ یک دو در قسمت پایینم، یک دو از اینجا هم انکرپت میکنم، اوکیش میکنم، ایرم اوکی میکنم. اونا بر شما جور شد نشد، تا وقتی که من رمز نندازم این از این سافتیر استفاده کرده نمیتونم. اینا رو من یک دو میگرم، اوکیش میکنم و بعد ایرم دوبار تیتس کلیک میکنم، ایرم دوبار اونا سافتیر پس چی کرده میتونم اینا استفاده کرده میتونم یا نصب کرده میتونم. چند ثانیه منتظر بانین در روی اسکرینتون اما پروگرام چی باز میشه، درایو آیکن چنجان بر شما باز شد نشد. میتونین از توسط این سافتیر باز چی کرده میتونین اما عکس درایوتان تغییرات آردن میتونین. فعلا سکنین بالای مای کمپیوتر بروم، مای کمپیوتر بروم، این از اینجا عکس ما آمده اینجا. فهمیدید؟ شما میتونین این از اینجا عکس های خودتان یا فایل های خودتان هر کدامش که خواهان باشین در اینجا افزودش بکنین. این بود تکنیک امروزی تان. همین قدر درست بحث است. استاپ میکنم. زیادش باز